کلان خیلی خوبم که بخش قبلی برنامه رو هم تقدیم همه شما خوبان کرد. بخش هنر هست و ما هم میزبان هنرمندان عزیز، دختر خانمای توانایی که تانستن که منگشتان جادویشان نقاشی های فوق‌العاده زیبایی بکشن، نمونه‌های تابلوهایشان را که شما هموطنان عزیز هم میبینین، مهمانان عزیزی دعوت کردیم، فروزان جان خادمی و طاهره جان سپاهی، دختر خانمایی که نقاش هستن و امروز در رابطه با هنر نقاشی بیشتر ازشان میپرسیم و بیشتر هم خواهیم شنید. ابتدا خوب سلام و کلامی با خودشان داشته باشیم و بیشتر معرفی شیم. طاهره جان سلام، سلام صبح خیلی خدمت شما و بیننده های برنامه صبح فردا و خصوص هنرمندایی که میبینن. زنده و سلامت باشی طاهره عزیز، نهایت خوشحال هستم امروز خودت را در برنامه داریم و همچنان فروزان عزیز هم صبحت بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام صبح بخیر، سلام خدمت شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم که خوب صحت مند باشه. زنده و سلامت باشین. تشکر. صبح را چطور آغاز کردین؟ آغاز هفته هست، چگونه آغاز شد؟ خیلی یک حس خوب داشتم وقتی که خیستم تو هوای پاک بود و نفس میکشیدم، خدا شکر کردم که یک روز بگرم میتونم سر هدفم کار کنم، میتونم برم سر نقاشیم کار کنم و بر روی هایم برستم. بسیار عالی، چقدر نکته خوبی را اشاره کردی طاهره عزیز. این که همین که ما صبح از خواب بیدار میشیم، چشمان ما را باز میکنیم و این که خداوند باز هم یک روز دیگر را بر ما ارزانی میکنم میته و ما هم باید تلاش بکنیم و او بندگی را باید انجام بتیم. خودت هم اشاره کردی که فرصت داده باز هم برای هدف و رویاهای ما تلاش بکنیم. بسیار عالی. نمونه های نقاشی شما هم هست در کنار ما و خوب هست ابتدا در رابطه به این بیشتر صحبت بکنیم که چند مدت میشه نقاشی میکنیم؟ من خودم تقریبا یک و نیم سال میشه کار میکنم. خب از طفولیت دوست داشتم، تو دوران مکتب که بود از دیگه درس ها در نقاشی خیلی کوشش میکنم، دیگه کارخانگی ها زود تمام میکنم که زودتر در نقاشی هم برسم. خیلی دیگه باز یک و نیم سال پیش شروع کردم نقاشی حرفه‌ای. بسیار عالی، مدت یک و نیم سال شد خودت حرفه‌ای کار میکنی. قبل از اون هم در خانه خودت نقاشی میکنی؟ نقاشی میکنم. بسیار عالی. خوب است که این سال از فروزان عزیز هم داشته باشم. فروزان جان خودت چند مدت میشه نقاشی میکنی؟ من خودم مدت یک و نیم سال میشه که نقاشی میکنم. از طفولیت بسیار دوست داشتم که نقاشی بکنم، همیشه در مکتب در خانه همیشه نقاشی میکردم. بسیار از طفولیت شوق داشتم، علاقه داشتم که بزرگ شوم یک روز نقاش شوم. بسیار عالی که تا کنون به او هدفت هم رسیدی. بسیار عالی. همونطور که شما هم گفتیم هر دوتان در یک جا در یک مکان و با هم دیگر در یک زمان شروع کردن نقاشی را، یا هم خیر؟ بله خب. بسیار عالی. خب نمونه های نقاشی شما هم هست، اما دوست دارم که ابتدا دی تابلوهای که با رنگ روغن کار شده کوچک هم هست، اندازهشان دیگه کوچک هست نی؟ مطمئنن از اینا در خانه برای تزیین خانه هم استفاده میکنیم؟ بله. بسیار عالی. خب از همین صحبت ها رو شروع بکنیم. تابلوه فوق‌العاده زیبا هست و رنگ های خیلی زیبایی کار شده، از کدام تا؟ از من. از طاهره عزیز هست. صحبت داشته باشه ایزیم؟ این تابلوی که میبینی یک منظور تخیلی است که وقت عکسش دیدم خوشم اومد، خواستم بکشم که از رنگ های اصلی استفاده شده و یک هفته سرش کار کردی. خب تخیلی هست یا از روی تصویر کار کردی؟ تخیلی کار شده، باز من از روی تصویر کار کردیم. خب تیره کار کرد تخیلی. خب بسیار عالی، خیلی زیبا کار شده. اما یک تابلوی که در کنار ما هست و من معنیش را خب راستی یادم آمد دیگه، گوگرد هم و کبرت دیگه نه در گرفته در گفته هم یعنی خود ما آتش داریم، از طاهره عزیز هست و داشته باش. این یک تابلو که میبینید کبریت، چون عکسش که دیدم خیلی خوشم آمد، رنگ که استفاده شده بود، چون خودم خیلی دوست دارم آتش بکشم، مخصوصا نقاشی که با رنگ سرد باشه محرش میشم، همون خواستم بکشم. سر یک هفته کار کردم. سر یک هفته تابلو تمام شده. بسیار عالی. رنگ زرد را فکر کنم زیاد خوش داری. چطور؟ بله بسیار عالی. رنگ زرد یک رنگ شادی هست و خیلی زیبا هم هست. و تابلوی بعدی از کلانتان هست؟ از مست. از فروزان عزیز هست. تابلوی فوق‌العاده زیبا فکر کنم دیگه از طرف شب هست. بله. صحبت داشته باش.
این تابلو که میبینین با رنگ روغنی کار شده است که با رنگای بسیار زیبا با سیاه و لاجوردی وقتی که این تصویر رو دیدم واقعا بسیار خوشم آمدادش و خواستم بعد تصویر بکشم. بسیار عالی. از این هم صحبت داشته باشین، هر کدامتون که دوست دارین برای کسی که هنرمند میخواه شوه و نقاش خوبی با چه نکاتی را در نظر بگیره و در کل چه نکات مهم هست که باید اون نکات را در زمان که نقاشی میکنه یاد داشته باشه، فرا گرفته باشه تا اینکه همون نقاشی هایی که میکنه خوب از آب در بیاید؟ خب کسی که میخواد نقاشی را شروع کنه در ابتدا داشتن انگیزه خیلی مهم است که یک هدف مشخص داشته باشه. وقتی هدف نداشته باشه نمیتونه سمسی نقاشی را پیش ببره. و در اول باید انگیزه کافی برای نقاشی کردن داشته باشیم. یک هدف مشخص. بله، انگیزه یاد کردید. اون که فقط انگیزه داشته باشم مطمئنن که کاری که انجام میتهره هم به موفقیت به اتمام میرسانه. فرزان عزیز هم صحبت داشته باشه در رنگ روغن ترکیب رنگ ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و موثر واقع شده. از اون که فقط نقاشی میکنه ترکیب رنگ ها را به همون میزانی که خوب یاد داشته باشه نقاشی هاش هم خوب کشیده شده. بله، در رنگ روغنی ترکیب رنگ ها بیشترین رول داره و ترکیب رنگ ها این تصویر زیبا می سازه. بیشتر در نقاشی ترکیب رنگ ها بسیار مهم. ترکیب رنگ ها بسیار عالی. اگر ما رنگ گلابی را نداشته باشیم ترکیب کدام رنگ رنگ گلابی را می شه که ما به دست بیاریم؟ رنگ گلابی میتونیم سرخ با سفید یک مخلوط کنیم و رنگ گلابی بزنیم. آها، کدام رنگ ها؟ سرخ و سفید. سرخ و سفید، دقیقا سرخ و سفید را زمان که ترکیب کنیم در رنگ روغن باز رنگ گلابی رو برای ما میتونیم. بسیار عالی. یک تابلوی زغالی هم در کنار ما هست که از فروزان عزیز هست. صحبت داشته باش در رابطه به این هم؟ این تابلو که میبینین با زغال کار شده است که من مدتی دو هفته ای را کار کردیم و بسیار عالی کشیده هم شده. خب تابلوهای دیگری هم در کنار ما هست. دوستا از همون تابلویی که در کنار فروزان جان هست شروع میکنیم که کدام تابلو هست؟ بله، طبیعت زیبا هست. از کدامتان هست؟ از مست. از فروزان جان هست. بفرمایید. این تابلو که میبینید با رنگ روغنی کار شده است که مدتی دو نیم هفته سرش کار کردیم و وقتی که این طبیعت را دیدم بسیار خوشم آمد و خواستم به تصویر بکشم. بله، خیلی زیبا هم هست. تصویر بعدی هم دوستا نشان بکن. بله، این منظره رو من کشیدم تا برخان زده بوده دیگه. بله، برنگ روغن کار کردیم. یک منظره است که از روی تصویر کار کردیم و تقریبا دو نیم هفته سرش کار کردم و با برس و کاردک کار شده. بسیار عالی، با برس و کاردک. خب اینا اصلا معیزای نقاشی هست که زمانی که یک فرد شروع بکنه به نقاشی بیاجزارم باید داشته باشه که نقاشیش بهتر کشیده شود. تابلو بعدی هم از کی هست؟ از ماست. از فروزان عزیز هست. صحبت داشته باشه ازم که معنای تصویر چی هست؟ تابلو که میبینین یکی از ورزش های سنتی کشور ماست و این ورزش سنتی را همه مردم میشناسن و دوست دارن و وقتی که تصویر دیدم خواستم که این ورزش سنتی کشور ما رو به تصویر بکشم. بله، خیلی عالی. و یکی تابلوهایی که در کنار من هست دوستا، این تابلو هست، تابلوی فوق‌العاده زیبا که دوست دارم شما هم ببینین و صحبت‌های فروزان جان را هم در این رابطه خواهیم داشت که معنای تصویر چی هست؟ این آب هست یا هم متو جای کشیدن میگه عسل هست؟ نه خیب، این تابلو با رنگ با زغال کار شده است که یک خانومی است که برویش آب آمده. آب است، درست. بسیار عالی. خیلی تشکر از حضورتان فروزان عزیز و طاهره جان از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه ما. ماشاءالله نقاشی هایتان هم فوق‌العاده زیبا هست. آرزوی موفقیت برای هر دویتان داریم. اگر گپ و گفتنی، پیامی یا هم کلام آخری داشته باشین از شما میشنیم. در آخر میخواستم بگم که با کسایی که میخواین نقاشی رو شروع کنن با انگیزه شروع کنین، با هدف مشخص و نترسین از خراب کردن، از شکست خوردن نباید بترسن. میخواین یک تشکر کنم از استاد مصطفی اسدالله خیزی که واقعا مرا خیلی حمایت کردن و مشاور اصلی ما در نقاشی استادم بود که واقعا ازش تشکر میکنم. بسیار عالی. ما هم آرزوی سلامتی برای همه اساتید گرامی داریم. پیام فرزان عزیز را هم شنیدیم.
من یک پیام دارم به دختر خانوما که همیشه دنبال هدف خود باشن، دنبال چیز باشن که واقعا خودشان دوست دارن. و یک تشکری خاص میکنم از استاد عزیز مستد الله خدری که واقعا ما رو تشویق میکنن و همچنان فامیل عزیزیم که ما رو بسیار تشویق میکنن. زنده و سلامت باشین. تشکر از این که حضور پیدا کردین. انشالله در تمامی عرصای زندگیتان موفق باشین.